هر آنچه که باید از بازی کال آف دیوتی ونگارد بدانید. بعد از اینکه جنگ‌های مدرن و جنگ سرد رو در نسخه‌های اخیر دیدیم، حالا کال آف دیوتی بازگشتی به جنگ جهانی دوم خواهد داشت. نسخه جدید بازی که استودیوی اسلج همر اونو تولید کرده، ونگارد نام داره و در سالی که بتلفیلد 2042 سراغ جنگ‌های مدرن رفته، کال آف دیوتی رو به ریشه‌های خود یعنی جنگ جهانی دوم برمیگردونه. ونگارد نه تنها یک شوتر نسل جدید، بلکه قرار نگاهی نو به کمپین‌های داستانی بازی‌های شوتر باشه. داستان از کجا شروع میشه؟ برخلاف بتلفیلد 2042 که قرار نیست بخش داستانی داشته باشه، ونگارد با یه بخش داستانی کامل و البته الهام گرفته از بتلفیلد 1 و 5 عرضه میشه. اسلج همر گیمز داستانی رو از جنگ جهانی تعریف میکنه که ما رو نه تو نقش یه شخصیت بلکه چندین شخصیت مختلف میذاره. بازی چندین کمپین داستانی کوتاه داره که کنار هم دیگه به داستانش معنی میبخشن و تو جبهه های مختلف جنگ جهانی دوم روایت میشه. همه چیز در مورد شکلگیری یک گروه ویژه یا اسپشیال فورسه که 4 شخصیت مختلف از جبهه متفقین داره. این 4 شخصیت نماد 3 جبهه اصلی جنگ متفقین، یعنی ایالات متحده، انگلستان و روسیه هستن. هر کدوم از شخصیت‌ها بخش داستانی خودشون رو دارن و احتمالاً در نهایت از یه طریقی به هم مربوط میشن. تأثیر این اتفاق توی بخش چند نفره اینه که همه چیز توی این بخش طوریه که انگار بازیکن‌ها دارن سناریوهای مشابه بخش داستانی رو روبروی بازیکن‌های واقعی تجربه می‌کنن. به این ترتیب رویکرد اکتیویژن به این موضوع تلفیقی از نسخه مدرن وارفر 2019 و بازی قبلی اسلج همر یعنی کال آف دیوتی WW2. از اونجایی که اسلج همر میگه برای ساخت بازی از یه ورژن بهبود یافته از موتور نسخه مدرن وارفر استفاده شده، به نظر میاد که شباهت‌های زیادی بین این دو نسخه وجود داشته باشه. بازی چقدر از جنگ جهانی دوم تأثیر گرفته؟ تأثیر المان‌های داستانی جنگ جهانی روی بازی کاملا مشهوده. بازی گیم پلی سفت و سخت‌تری نسبت به ریبوت مدرن وافر داره و دیگه اونقدر سری نیست. طبیعیه که با بازگشت به جنگ جهانی دوم سلاح‌های سنگین اتوماتیکی رو به جای سلاح‌های سریع امروزی داریم که لگد بیشتری میزنن و حس سنگینی خاصی توی حمل و شلیک کردنشون احساس میشه. درست مثل خیلی از نسخه‌های کال آف دیوتی، توی ونگارد هم قسمتی از مراحل به بخش‌های مخفی‌کاری اختصاص دارن. حالا بازیکن‌ها در نقش سربازهایی قرار می‌گیرن که هر کدوم قصه‌ای برای تعریف کردن دارن و البته نسبت به اپراتورهای حرفه‌ای مدرن وافر آماتور محسوب میشن. با اینکه گیم پلی ونگارد نسبت به شوترهای امروزی خیلی سنگین و آهسته‌تر به نظر میرسه، اما خشونت و تنش بازی تغییری نکرده. سازنده‌ها سعی کردن تا حس کوبنده بودن یه شوتر اول شخص رو توی ونگارد به تصویر بکشن و تصویر دقیقی از نبردهای کوچیک و بزرگ جنگ جهانی دوم رو بسازن. با این حال اسلج همر تاکید خاصی روی این موضوع داره که داستان بازی شکل گرفته از جنگ جهانی دومه، اما وابسته به اون نیست. با این تفاسیر احتمالاً بخش زیادی از قصه تأثیر گرفته از تخیلات نویسنده هاست و لزوماً بیانگر اتفاقات یا شخصیت‌های تاریخی نیست. اسلج همر حتی میگه بازی هیچ ارتباطی با بازی قبلی این استودیو یعنی WW2 که برگرفته از جنگ جهانی دوم بود هم نداره. بخش چند نفره چه شکلیه؟ با اینکه بخش داستانی ونگارد حداقل خبر خوبی برای دوستداران کال آف دیوتی و شوترهای داستانیه، اما بخش چند نفره چطور؟ اکتیویژن تو هفته‌های گذشته حالت بتای بازی رو به جریان گذاشت تا بازیکن‌ها بتونن پیشنمایشی از این بخش رو تجربه کنن و تفاوت‌ها و پیشرفت‌های اونو با نسخه‌های قبلی ببینن. بازی مودهای قدیمی معروفی مثل تیم دس مچ و دومینیشن رو برگردونده و یه مود جدید به اسم پاترول هم به صورت محدود روی 4 مپ داره. با اینکه گان پلی بازی حس و حال متفاوتی به خاطر سلاح‌های دوران جنگ جهانی دوم داره، اما بازی هنوز هم یه تجربه سریع از کال آف دیوتیه. تعداد بازیکن‌ها توی بعضی از مپ‌ها بیشتر شده و حالا بازیکن‌ها میتونن تو تیم‌های بزرگتری روبروی هم قرار بگیرن. توی حالت جدید بازی یعنی پاترول، بازیکن‌ها باید یه دایره رو روی مپ دنبال کنن و سعی کنن باهاش حرکت کنن تا برای تیمشون امتیاز بگیرن. سرعت بخش چند نفره توی این حالت به شدت بیشتر از قبلیه و به استرس و هیجان بازی بیش از پیش اضافه می‌کنه. برخلاف انتظار، بازی رنج گسترده‌ای از سلاح‌های مختلف داره که هر کدوم برد شلیک و قدرت متفاوتی داره.
دارن. خوشبختانه سلاح‌ها محدود به مبارزات نزدیک نشدن و مخصوصا برای کسایی که به تیراندازی با سلاح‌های تک تیرانداز علاقه دارن، اسنایپر شدن هنوز هم لذت بخشه. مپ‌ها هم تحت تاثیر بزرگتر شدن بخش چند نفره قرار گرفتن. با اینکه گستردگی نقشه‌ها هنوز هم در برابر بازی‌هایی مثل بتلفیلد حرفی برای گفتن نداره، اما هدفش هم این نیست. سازنده ها یه تجربه درگیر کننده و نفسگیر رو از بخش چند نفره ساختن که بازیکن ها با کلاس های مختلف میتونن تو هر جناحی ازش لذت ببرن. هر مپ بخش های مختلفی مثل ساحل، جنگل و بخش های ساختمونی داره که بازیکن ها بسته به نوع بازیشون میتونن تو هر قسمتی نکات مثبت و منفی پیدا کنن. المان هایی مثل بخش گان اسمیت که به شخصی سازی اسلحه ها اختصاص داشت تو بخش چند نفری بازی برگشتن. اسلش همر در این بین سعی کرده تا مثل نسخه های قبلی ونگارد رو به نوعی به وارزون مرتبط کنه و جزئیات بیشتر این اتفاق رو قطعا با ارزی وارزون متوجه میشیم. درست مثل نسخه کلدوار، بازیکن های وارزون و ونگارد هم قرار زمان خوبی رو با این دوتا بازی بگذرونن. تخریب پذیری یکی از نقاط مهم ونگارد به عنوان یه بازی نسل نهمیه. با اینکه تخریب پذیری بازی اصلا شبیه به بتلفیلد نیست و نمیتونه یه ساختمون رو کاملا نابود کنه، اما طبیعتا پیشرفت کرده. درست مثل رینبو سیکس، بازیکن‌ها میتونن با خراب کردن قسمتی از دیوار، در یا حتی محیط‌های بیرونی راه خودشون رو برای خراب کردن کاور دشمن پیدا کنن. در نهایت با اینکه کاستی‌هایی تو بحث گرافیک و صداگذاری حین بتای ونگارد وجود داشت، اسلج همر این وعده رو داده که تا زمان عرضه این مشکلات بازی برطرف میشن و نمیشه در مورد اون نظر قطعی داد. بخش داستانی ونگارد با اینکه تجربه نسبتاً کوتاهی قراره باشه، یه امتیاز مثبت برای کال آف دیوتی در برابر بازی‌هایی مثل بتلفیلد 2042. از طرفی پیشرفت‌های اسلج همر توی بازی‌سازی کاملاً مشهوده و به نظر می‌رسه که ونگارد بتونه بازگشت قدرتمندی از سمت کال آف دیوتی به ریشه‌های خودش باشه.